های خبر از آریانا امشب با اورانوس مسمم. واکنش پنتاگون بر دستور آزادی سی و هفت زندانی بگرام از کمیته بررسی دوسیه های این زندان پیشنهاد تازه حکومت افغانستان بر امضای توافق امنیتی با آمریکا. و وسعت اعتراض ها از مرکز کیف و ساحات غربی اوکراین بنامی یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر امروز شنبه هشتم ماه در سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه جنوری سال 2014 می مشروع خبرها وزارت دفاع آمریکا در واکنش به تصمیم کابل برای آزادی 37 زندانی بگرام میگوید حکومت افغانستان زندانیان را رها میکند که دستشان به خون نظامیان افغان و خارجی آلوده است همزمان با این سرمنشی ناتو میگوید اگر این زندانیان بنابر ملحوظات سیاسی رها شوند نگران کننده است اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید از 88 زندانی که خطرناک عنوان شدند تنها در مورد 16 تن آنها اسناد وجود دارد نصرت پارسا این گزارش را تهیه کرده است وزارت دفاع امریکا در پیوند به فیصله اخیر کابل برای آزادسازی 37 زندانی از بازداشتگاه بگرام حکومت افغانستان را هشدار داده است مقام های نظامی امریکا اسناد 37 زندانی را منتشر کردند که قرار است از سوی حکومت افغانستان آزاد شوند از میان این 37 زندانی سه تن آنان هین درگیری با نیروهای امنیتی افغان و نظامیان خارجی و در جریان حمله در برابر غیر نظامیان بازداشت شدند هفت تن دیگر از میان 37 زندانی در کارگزاری و تولید ماین های دست ساز متهم هستند نظامیان امریکا میگویند آزمایش هایی که پس از بازداشت صورت گرفتنشان دهنده آثار و علایم انفجار در بدن و لباس های 22 زندانی این بازداشتگاه است اگر آنها تنها به دلایل سیاسی به جای رفتن به محکمه و پیگرد قانونی رها شوند مایه نگرانی است در رهایی یا زندانی کردن افراد از احساسات و, احساسات و نظرات شخصی پرهیز شود نباید سیستم عدلی قضایی افغانستان زیر سوال قرار بگیریم کمیته رسیدگی <تص> به پرونده های زندانیان بگرام از فیصله اخیر برای رهایی 37 زندانی از بازداشتگاه بگرام دفاع می کند. پدرش سایه منصب پلیس است. صاحب منصب پلیس توسط مخالفین کشته میشه، شه. او را اختار می که به وظیفه نرو. وقتی که او پا میکنه، می و به وظیفه می او کشته میشه. شه. شو او را از خانه و او را مخالفین میکشه به نام ازی که سای منصب پلیس است. بچهش نورولا در زندان است به نام بنده خطرناک. آیا ای بپذیرم؟ ارگ ریاست جمهوری هم با اظهارات مقام های غربی در مورد فیصله اخیر برای رهایی ان زندانیان مخالفت می کند نیروهای خارجی و یک کشورهای خارجی حق ندارند که فیصله و یا تصمیم ارگانهای عدلی و قضایی یک کشور مستقل و دارای حکمیت محکوم کنند و یا زیر سوال قرار بتن که را ما شدید رد می کنیم حکومت افغانستان به اساس فیصله و یا تصمیم ارگانهای ادلی و قضایی کشور این تصمیم اتخاذ کرده و قسم که شما هم در جریان هستین قرار است به زودی یک تعداد از زندانیان از جمعه تعدادی که علیشان اسناد و دلایلی که اثباتیه باشه جرم برایشان به اثبات برسه وجود نداره و آزاد میشه سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید از جمع 88 زندانی که مقام های امریکایی آنان را خطرناک می‌خوانند تنها در مورد 16 تنشان اسناد و شواهد به دست آمده است بازداشت حراس افغانان از وظایف اصلی نظامیان افغان است و این نظامیان در جریان نبرد با شورشیان قیمت گذافی میپردازند. پردازند. کسایی که انتحاری است طالب است اونا باید بخشیده نشد. اونا باید مورد افق قرار نگیرند. و اونا کسایی که دستشان خون مردم بیگناه افغانستان سرخ است رنگین است اونا باید مجازات شوند. بازداشتگاه بگرام پس از سالها چانزنی که حتی به تیرگی روابط کابل و واشنگتن انجامید به دولت افغانستان سپرده شد. امریکا پیوسته تلاش کرده تا مانع رهایی زندانیان شود که در رویدادهای حراس افغانی دست داشتند. والی پروان از رئیس جمهور کرزی می خواهد که عاملان گزارش های ساختگی و دروغین رویداد قربان را به محاکمه بکشاند این مقام نخست ولایت پروان یادآور می شود که هیئت حقیقتی یا به رهبری عبدالستار خواسی کسانی را نزد رئیس جمهور برده که پسران و برادرانشان به نام چوپان و دهقان سلاح برشان نداشتند و در برابر نظام می چنگیدند. همزمان با این آیشه دختر ده ساله که چهار عضو خانوادهاش کشته شدن و تن دیگر زخم برداشتن از رئیس جمهور می خواهد که برای آگاهی از وضعیت قربان و را نزدش بخواهد. شرح بیشتر در این مورد از ظاهر قادری. رویداد قربان با گذشت هر روز رنگ دیگری به خود می گرد. از اعلام جهاد عبدالستار خواسی عضو مجلس در برابر آمریکایی ها و ارتش تا اعزام حیات دروغی نزد رئیس جمهور کرزی عبدالبصیر سالنگی والی پروان میگوید وارثینی که نزد رئیس جمهور کرزی برده شده بودند دروغین و ساختگی بودند در کسی که گریبان خود پاره کرد برای دو گفته شده بود که تو پیش رئیس جمهور رفتی گریبان خود پارکا کو گریبان خود اگر ایگه به شما شک دارید کسی که پیش رئیس جمهور برده بودندش فارسی صحبت کرد اون هم نخت و تیار است ما میارم دار. شما بگه که ما برادر کیسم برادرش چیکاره بود برادرش از مرکز پروان قد فامیلی کجا میکرد؟ بچیش هم یک آدم مسلح بچیش هم مسلح و خودش هم مسلح هم خودش به ملاح ملا یکی از فرماندهان طالب با پسرش در رویداد غربند کشته شد و وارسینش از سوی یکی از اعضای از مجلس نمایندگان نزد رئیس جمهور کرزی برده شد با این والی پروان یادآور می افرادی هستند که طالبان مسلح را پس از کشته شدن نام دیقان و چوپان داده غیر نظامی معرفی می که باید این افراد به محاکمه کشانیده شوند. نامش چوپان ماندین طالب، نامش سلمان ماندین طالب و طالب های دیگه و بالاخره ببینیم تقلب که مردم از یک رسم میبرن که تو وارث هستی و بیت باوریم رئیس جمهور. امیدوار به این هستیم که کسایی که این تقلب کرده این تقیب عدلی و قضایی قرار بگیرند. اعلام جهاد عبدالستار خواسی بر نیروهای افغان و امریکایی نیز واکنش والی پروان را در پی گرفته است. پرسان که تو کدام مطفی هستی؟ نه تو کتاب های زرد خوانده سفید هم شروع نکردی تو چتو تو یک چلی بچه بیایید و فدوا بدید این حق فدوا دادن تو دارید یا ندارید؟ در پی عملیات نیروهای مشترک افغان و امریکایی در غربن افزون به کشته شدن عراس افغانان یک خانواده غیر نظامی نیز آسیب دید هایشه عضوی از خانواده قربانی که به شمول مادرش چهار عضو خانواده خود را از دست داده و سه عضو دیگر خانواده‌اش زخمی شده است او از رئیس جمهور کرزی می خواهد که وی را نزدش بخواهد تا واقعیت های غربند را بگوید. جمهور که ما, ما خود ما را و ما این هم حضور دیگر خانواده قربانی که دل پر از غم دارد. ما رئیس جمهور فقط تقاضای ما است که یخن ازورا باید در دست ما بتا اگر یخن ازورا نمیتا مقابل ازو باید در ما رئیس جمهور باز یک دو تا الکفتر با ما را کنه که ما را از و باید برسیم باشا والی پروان به سیاسی شدن رویداد غربن نیز باور داشته میگوید گوید حلقاتی هستند که میخواهند در زمان چانزنی روی سند امنیتی روابط کابل و واشنگتن را خدچه سازند. کابل برای چگونگی امضای توافق نامه امنیتی با واشنگتن پیشنهاد تازه مطرح کرده است. ارگر ریاست جمهوری می گوید اگر آمریکا توانایی عملی کردن پیش شرط های افغانستان را ندارد باید آن را رسما اعلام کند. ایمال فیزی سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید تا زمانی که بهانه جنگ در افغانستان پایان نیافته باشد این توافق نامه امضا نخواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این باره. هرچند تاخیر امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن روابط دو کشور را اخیرا تیره ساخته اما اینجا سخنگوی رئیس جمهور کرزی درباره سرنوشت این توافقنامه سخن میزند حال ما در اقالت سردرگومی قرار نداریم که سرنوشت موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا معلوم نباشه سرنوشت موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا روشن و معلوم است مردم افغانستان امزایي موافقټ نامه استان او بهي فيصلي مردماي افغانستان او بهي تصميم مردماي افغانستان حکومت افغانستان او شخصي رئيس جمهور احترام مې ګزاره او ما خواهانه امزایي موافقټ نامه است در کينارې انکه حکومت افغانستان خوښسار امزایي توفقنامه است اما هنوز په شرایطي کابل تغيير نيافته است دغه پشنهغه هڅه امریکا ته کړې کدوې رسمي دغه اعلان وکړي چې دوی خپل کوشش وکړي خپل هڅې وکړي خو د دوی هڅې او کوششونه ناکام اسوله دلایل د ناکامۍ د پاتراتلو دغه یو دوه درې حغه خو به چې همکاري نکي یو باید همکاري کړي وای حغه باید رسمن افشا شي ویلانس کله چې دغه وضاحت من سره دی د وسند حکومت د لپاره د وسند خلکو د لپاره هغه وخت رئیس چې مول کول سي چې به هم خلکو ته مراجعه کوي او کې ورته وای چې امریکای خپل کوشش وکړي خپل هڅه وکړه خو دغه هڅه د امریکای له خوا څخه یده کوشش نه کامیاب نه شوله ارګنیشيون نه ميخواهند شرایط چې بهانه یې جنگ د افغانستان پایانه نییابد حاضر به امضای این توافقنامه شوند هرچند امریکا تلاش دارد زودتر توافقنامه امنیتی امضا شود اما برای حکومت افغانستان زمان امضای آن مهم نیست بل پذیرفته شدن خواستهای رئیس جمهور کرزی در اولویت قرار دارد زمانی که در افغانستان امنیت تامین میشه طرف جنگ مشخص میشه بهانه جنگ در افغانستان ختم میشه یقینا که راه خودش برای امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات امریکا باز میشه طرف اصلی گفتگوهای های صلح حکومت افغانستان طالبان مسلحند گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات حراس افغانی را بر دوش می گیرند اما ایمال فیزی سخنگوی رئیس جمهور می گوید برخی حملات حراس افغانی کار طالبان نبوده بل دست بیرونی از نام این گروه استفاده می کنند اندرس فوکراس راسموسنز دبیر کل ناتو گفته است که حمایت مالی جهانی از نیروهای امنیتی افغان با خطر مواجه است او میگوید دولت افغانستان با تأخیر امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن تداوم کمک های جهانی را با خطر مواجه ساخته و اگر این کمک ها قطع شود دولت توانیه تامین هزینه نیروهای امنیتی را نخواهد داشت شماره از آگاهان سیاسی و نظامی با تایید گفته های سرمنشی ناتو می گویند که اگر پیمان امنیتی امضا نشود افغانستان یک بار دیگر به دهه هفتاد برخواهد گشت عبدالعزیز کریمی گزارش می دهد. سرمونشی ناتو در تازه ترین اظهاراتش در مورد پیمان امنیتی کابل و واشنگتن گفته است که دولت افغانستان نباید تاثیرات منفی عدم امضای این توافقنامه را بر کمک های جهانی به این کشور نادیده بگیرد به گفته او اگر موفقت نامه ای که اساس حقوقی ماموریت آموزشی امریکا و ناتو را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می کند وجود نداشته باشد احتمال دارد که یگانه راه گزینه صفر باشد گزینه سفر به معنای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است چنانچه شکست در مذاکرات مشابه میان دولت آمریکا و عراق در سال 2011 منجر شد که آمریکا به گزینه سفر رو آورد و تمامی نیروهای خود را از این کشور خارج کرد دبیرکل ناتو گفته است که اگر نیروهای ما پس از سال 2014 در افغانستان حضور نداشته باشند بسیار مشکل خواهد بود که برای نیروهای امنیتی افغانستان منابع مالی جستجو شود من نمیدانم دولت افغانستان چگونه قادر است بدون کمک مالی جامعه جهانی هزینه نیروهای امنیتی از 325 هزار نفری خود را تأمین کند این وضعیت کمک های توسعی به افغانستان را نیز با خطر روبرو می سازد را از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان می گویند در شرایط کنونی امضای توافقنامه امنیتی با امریکا به نفع مردم افغانستان است آنان میگویند نیروهای امنیتی در مبارزه با حراس افغانی به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند بارها رئیس جمهور افغانستان این موضوع را گفتن که آمریکا ارباب دنیاست و تا زمانی که ما با ارباب دنیا نتوانیم پیمان به امضا برسانیم به یقین که دنیا با ما همکاری نخواهد داشت پس بنابر این اجازه زیر میکنه که رئیس جمهور افغانستان چیزی را که میگه به او عمل بکنه بیش از این به مردم افغانستان نفذن و این پیمان هر چیزو زودتر امضا بکنن چون امروز افغانستان و جامعه افغانستان دولت افغانستان مردم افغانستان نیاز داره به حمایت جامعه جهانی چون ما متوجه به با پدیده تروریزم هستیم و دنیا از این هراس داره به این خاطر باید پیمان امضا شود که تا بتانیم ما از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی و از نظر نظامی ما برنامه خود را تکمیل کنیم کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که پس از سال 2014 سالانه حدود 4 میلیارد دلار برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کمک می کنند. سرمونشی ناتو گفته که دیگر کشورهای عضو این سازمان حاضرند در این مأموریت کمک کنند و منتظر امضای توافقنامه امنیتی کابل با واشنگتن دکتر عبدالله عبدالله نامزده انتخابات ریاست جمهوری میگوید شفافیت انتخابات آینده به دست نهادهای انتخاباتی و حکومت افغانستان است او از رئیس جمهور کرزی میخواهد از دست برد در انتخابات و تشویق وزرا برای حمایت از نامزده مشخص خودداری کند به گفته وی خدشدار ساختن روابط افغانها با جامعه جهانی از سوی رئیس جمهور کرزی برای این افغانستان بحران آفرین خواهد بود همزمان با این رئیس شورای عالی سال هشدار میدهد تا زمانی که مبارزه جدی علیه افرادگرایی در بیرون از افغانستان آغاز نشود تلاش های دولت برای کشاندن طالبان بر روند سال ناکام خواهد بود اینجا شمار از نامزدان ریاست جمهوری دور هم جمع شدند تا برای گذر شفاف از سیومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چاره بیندیشند. با باور آنان افغانستان با بحران های در دو رو روبروست و تنها اطلاف نامزدان و بسیج نخبگان سیاسی و سی می تواند مانیت دست برد و رگبار حملات طالبانی بر انتخابات پیش رو شود. ما انتخابات یک اصل می دانیم اما در این حال به خاطر موفقیت پروسه انتخابات ما تفاهم هم یک اصل میدانیم و بخصوص خصوص میان نیروهای سیاسی و میان کاندیدان محترم فکر نکنیم که ما به این مرحله از پختگی و بلوغ سیاسی دست یافتیم که با مجرد اعلان نتیجه همه باید بگویم ما به عنوان یک شهروند نگران هستم دسایس پیدا و پنهانی را که ما مشاهده میکنم من نگران نتایج و پیامد روز ما بعد انتخابات است اما برخی نامزدان ریاست جمهوری تنش ها در رابط رئیس جمهور کرزی با جامعه جهانی را برای آینده افغانستان خطرساز می دانند. آنان از رئیس جمهور کرزی می خواهند از دست برد در انتخابات خودداری کرده و به تشویق وزرا برای حمایت از نامزد مشخص نقطه پایان بگذارد. از شما توقع داریم که در انتخابات بیطرف باشید. اس شما توقوع دریم کی وزرای محترمه به زحمت نسازین بره تشویق به یک اسکار دیداها. امی یک دو کانید محترمه کی از شما خفاستن به و خاطر شما به ونا وعده کرده بوده و بعد روختان طرف دغا غشت. نور په پا افغانستان کی د مصلحت اداره نهقام ده اوه ائتلافی حکومت نهقام دی دغه پر ائتلافی حکومت نه غوړم او د مصلحت حکومت نه غوړم. په پا افغانستان کې به یو داسی حکومت راسی چې هغه د افغانستان د خلکو په او د افغانستان خلک یې غواړي در این بیان رئیس شورا علی اصال معتقد است که افغانستان در سالهای 2002-2003 به صلح نسبی دست یافته بود اما دولت در حفظ آن ناکام ماند و باور وی تا زمانی که علیه افرادگرایی در بیرون از مرزهای افغانستان مبارزه نشود تلاشهای دولت این کشور برای کشاندن طالبان به میز مذاکره ناکام خواهد بود. پس از سال 2001 یک صلح نسبی در افغانستان حاکم شد. اما دولت نتوانست آن وضعیت را حفظ کند و به توجهی دولت سبب بروز نارضایتی ها در بعض مناطق کشور شد که از این وضعیت مخالفان مسلح استفاده کردند. گذشته هر روز افغان ها را برای برگزاری سیومین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می سازد. اما تهدیدات طالبانی سایه سنگین بر این روند گذاشته و باورها در افغانستان این است که بیشتر بخش های افغانستان در سال 2014 گواه برگزاری انتخابات نخواهد بود. و اینکه محمد قسیم اخگر روزنامه نگار افغانستان نسبت بیماری که داشت امروز درگذشت محمد قسیم اخگر بیشتر عمرش را در بخش روزنامه نگاری مصروب بود و برای آزادی بیان فعالیت های چشمگیره داشت و حدود یک سال می شد که بیمار بود باز هم خوش آمدید نخستین نشست گروه کاری تجارتی افغانستان هند امروز در کابل برگزار شد موینه وزارت تجارت و صنایع کشور میگوید این نشست در چهارچوب برنامه های عملی موافقتنامه راهبردی میان دو کشور برگزار شده و هدف آن هم عملی نمودن تعهدات موافقت راهبردی در بخش های تجارت، صنایع مادن، صحت و زراعت و مالداری است. از سوی هم سفیر هند در کابل و موین وزارت تجارت این کشور بر افزایش کمک های کشور شان در بخش های متذکره اطمینان دادند. شرح بیشتر از حمید صدیقی موافقت نامه راهبردی میان هند و افغانستان در 4 اکتبر سال 2011 امضا شد. اکنون مسئولان امور تجاری افغان و هند در کابل گردم آمدند تا راه های عملی کردن این موافقتنامه را در بخش های تجارتی، صنایع، مادن، صحت، زراعت، تحصیلات عالی، معارف و انکشاف صادرات ارزیابی کنند. موین وزارت تجارت و صنایع میگوید این نشست ها ارزش ویژه دارد. منګه غواړو چې زمونږه تجاراتی تبادله نور هم زیات شي او څنګه کولی شو چې دا زیات کړو د دغه کمیسون وظیفه دا چې په دې باندې باید موږ منظم کار وکړو د افغانستان په تاریخ کې دا یو نوې اغاز دی چې منګه په رسمي شکل د هندستان سره د تجارت او د صنعت او د سکتوري خصوصي په بخش کې خبري کوو موينه وزارت تجارت نیز از افزائش کمک‌های کشورش در بخش‌های گونگون خبر مېدات او تاکید می کند که کشورش به توسعه اقتصادی افغانستان متحد است دو کشور هند و افغانستان یک توافقنامه نامه مهم استراتژیک را امضا کردند. این توافقنامه نامه برای عمیق ساختن روابط میان دو کشور است. هند. هند به توسعه اقتصادی افغانستان در بخش های معادن، صنایع و تجارت متحد است. و حضور ما امروز در اینجا نمونه برای پیشرفت بیشتر افغانستان است. سفیر هند در کشور نیست تأکید می کند که هند تلاش دارد تا افغانستان خود توانمند شود تا از منابع خود استفاده کند به گفته او کشورش به همین خاطر برنامه های همکاری میان مدت و درازمدت را در افغانستان روی دست دارد ما سعی داریم تا فرصتها برای انکشاف و توسعه اقتصادی افغانستان از طریق ظرفیت سازی به وجود بیاوریم. ما تلاش داریم تا برنامه های درازمدت و میان مدت در عرصه های باسازی افغانستان عملی کنیم تا این کشور بتواند خود از منابع طبیعی خود بهره برداری کند. این در حالی است که بعد تازگی این برنده قرارداد اکتشاف معدن آجیگک نیست شده است که برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم است. و این هم قیمت بعض از های خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، یک یورو 78 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، هزار تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و هزار کلدار پاکستانی 530 افغانی. باز هم خوش آمدید. کمیته ملی المپیک افغانستان به منظور قدردانی از ورزشکارانی که توانستند از میادین بین المللی افتخار آفرینی کنند، امروز طی محف... برگزاری محفلی زحماتشان را ستایش کرد. در این مورد گزارش داریم از ادریس جویان. حرفه‌ای های ورزش افغانستان کماکان به کسب مدال از مسابقات برون مرزی ادامه می‌دهند و کمیته ملی المپیک نیز تا حدی از زحمات این افتخار آفرینان قدردانی می کند. ورزشکاران شطرنج از مسابقات هند و دوبای مدال کسب کردند وزن برداری یک طلا یک نقره از مسابقات بین المللی ازبکستان کورش دو مدال برونز جهانی از توکیو برمغان آورد ورزش های رزمی 17 طلا 7 نقره و سه برونز و تبانیز مدالهای های رنگ رنگارنگ از مسابقات مختلف بین المللی برای افغانستان کسب کردند در محفلی که امروز در مقر کمیته ملی المپیک افغانستان به منظور قدردانی از این ورزشکاران برگزار شد آقای کرام کریم رئیس نهاد ضمن قدردانی از افتخار آفرینی این ورزشکاران دستاوردها را مبنی بر همکاری های دولتی و همچنان تجار ملی دانست اما خطاب به نهاد المپیک و ورزشکاران تاکید بر این داشت که آنچه انجام داده اند، کافی نیست شما می فهمین که ما در سال 2014 چهار رویداد المپیکی داریم متاسفانه یا خوشبختانه خوشبختانه به که ما چهار رویداد آسیایی المپیکی داریم و متاسفانه که آنچه که دیگه کشورها آمادگی به این بازی دارند، دارند، ورزشکارای عزیز ما در افغانستان هی آمادگی را ندارند این محفل با حضور الله اوبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود تا این عقیده در وجود ورزشکاران پدید آید که با آنها توجه خاصی صورت می گیرد. اما با این همه سوالی که مطرح می شود این که آیا دستاوردهای این چنینی لیاقت تنها برگزاری چنین محافلی را دارد یا چیزی فراتر از اینها؟ ورزشکاران با تمام مشکلاتی که فراروی پیشرفت آنها وجود دارد مقابله می کنند و یقینا وظیفه کمیته ملی المپیک فراهم ساختن زمینه های مساعدتری برای این ورزشکاران است اکثر ورزشکاران از ناحیه اقتصادی دچار ضعف هستند و این امر باعث می شود تا بگونه ای که باید نتوانند به تمرینات خش بپردازند کمک کمیته ملی المپیک به این ورزشکاران اسریه یک هزار افغانگی هست که هر سه ماه بعد یک بار این مساعدت به دست ورزشکاران می رسد. و این خود جای تعمل دارد که آیا اصریه بالغ بر هزار افغانی در طول یک ماه کفاف مخارج یک ورزشکار حرفه ای را دارد اکثر ورزشکاران بابت این امر ناراحت هستند و کمیته ملی المپیک در طول این چند سال نتوانست رضایت افراد مزبور را به دست آورد اینکه در آینده و پس از انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک به این وضعیت چگونه رسیدگی خواهد شد باید منتظر بود و دید اما نکته ای را هم که نباید بین کرد و در خصوص زحمات کمیته ملی المپیک باید بیان داشت اینکه زمینه اشتراک تجار ملی را همیشه فراهم ساختند تا تجار نیز در پیشرفت ورزش سهم فعالی داشته باشند تا حدی هم میتوان گفت توجه تجار به تشویق و پیشرفت ورزشکاران چشمگیر بوده است دیدار فاینال مسابقات فوتبال قهرمانی 14 سال شهر کابل امروز بین دو تیم دعوت و کابل کلاب برگزار شد و در نهایت تیم دعوت, دعوت توانست با نجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. این مسابقات با اشتراک 32 باشگاه آزاد شهر کابل برگزار شده بود و در نهایت دو تیم برتر این مسابقات یعنی تیم دعوت و کابل کلاب توانستند به جمع تیم های لیگ برتر این رده سنی بپیوندند. در پایان این مسابقات 14 تیم موفق به کسب جواز حضور در جمع تیم دست اول 14 سال پایتخت شدند و 16 تیم دیگر نیز به دسته بی راه یافتند این مسابقات به مدت دو ماه به طول انجامید و در نهایت با قهرمانی تیم دعوت به پایان رسید و تیم آشیانه نیز کپ اخلاق را به دست آورد الیاس بازیکن تیم دعوت نیز با دوازده گل زده عنوان آقای گلی این مسابقات را به خود اختصاص داد با تشکر از همراهیتان با خبرهای ورزشی این ساعت و حال وضعیت آب و هوا با همکارم اورانوس مسمر بلندترین درجه حرارت ده پایین ترین یک هرات آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت هجده پایین ترین پنج مزار شریف آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت سیزده پایین ترین هفت جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت هجده پایین ترین هفت و سنجام شهر کندهار آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت ده پایین ترین یک درجه پیش بینی شده است و بینده های عزیز در پایان یادآور می شم که فردا ساعت 4 و سی دقیقه صبح بارک آباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی سالانه اش را ایراد می کند جریان این سخنرانی اوباما را به شکل زنده از شبکه جهانی آریانا نیوز و آریانا فراموش نکنید و سپاس از همراهیتان شبتان خوش اخبار